بیماری سیل تبا بچهونده است. اگر سری وقت پیش راهی بیماری سیل را نگیریم، آن به فاجعه آورده می رساند. سلام و عرض می کنیم به کلی تماشابینانی شبکه جهان نما. با دستگیری حکومتی نوحیه اسماعیل سومانی همکاری بازداشت سیل و شبکه جهان نما برنامه حکمت شفا را منظورتان می گردانیم. مقصد از تهیه برنامه حکمت شفا بلند برداشتن سطح دانش ملکه شهروندان اوید به بیماری سیل می باشد. با ما باشید. Меня зовут Семин. Очень приятно. А как тебя зовут? Суман. Вот если у тебя самый близкий человек, если подружка будет болеть туберкулезом, как ты относишься? Я буду продолжать дружить с ней, буду общаться, потому что это излечимая болезнь. Угу, спасибо. در خیابان رودکی 92 قرار داریم. حالا می فهمیم که استقامت کنندگان اینجا در باری بیماری سیل چی فکر رو اندیشان دارم. سلام علیکم. بخشش. شاید دری شما رو نوزیری برق گفته بود. از کامونالی گفته بودند، اما امروز ژورنالیست‌ها داری شما رو گفتند. ما میخواییم اوید به بیماری سیل با شما هم صحبت شویم. لطفت میرزایوه، سکونی شهر دوشنبه، کوچه رودکی 92، خانه یک. تشکر زیاد. لطفت جان میگفتید که شما در باره بیماری سیل معلومات دارید؟ بله خیلی در باره معلومات هست. بیماری سیل این یکی از بیماری های شوش میباشد. و به حد بیماری در روز تبابت شونده می باشد. بنابراین برای پیشگیری آن برای تستر پیشگیری نمودن و از آن شفا یافتن باید که به همین متخصصان صحای من همین با کسلی های سیل که مشغولند به اونها مراجعه کردن در کار. هر یک شهروند، هر یک کس باید پیش از همه تازگی را رعایت کند. برای به این بیماری گرفتار نشدن تستر مراجعه کردن لازم می باشد. آیا یگان شخصی نزدیک شما به این بیماری گرفتار شده است؟ شکر خدا به این بیماری گرفتار شدگی نیستم و می خواهیم که هم نشوند. بهترین سخنها رو گفتید. لطفت جان، امروز شخصیت های وامی خوریم در جمعیت که وقتی بیماری با بیماران سیل روبرو می شوند از اونها حذر می کنند، از اونها دوری می جویند. شما وقتی اگر با چنین شخصان واخوردید چگونه رفتار می کنید و برای از بین بردن انمی دوری جویی چی باید کرد به فکر شما؟ گفتن در کار که خیلی این کسلی همه میشد، این کسلی گذرنده است، باید که همی خیلی رو افتاده نشوند شخصان، باید که همه وقت با چنین کسلی ها با زبانی خوش، با شوخی، با یکان چه خیلی که در عرفیت میگن تمامی همین کسلی ها رو میگن زبانی خوش قطعی ممکن که همین از بین برود، صحت شوند. بنابراین هزار بردن در کار نیست. این کسلی هم کسلی شفایابنده است البته. بسیاری ها شفا یافتند. در بین ما مثلا گیرم کارخونه مانده بود همیخه کسلی ها که ما برعکس قطعی و یا ششته همیخه هم صحبت می شویم و هزار نمی بریم. راست تشکر. تشکر زیاد. بخشش ما شما رو تشویش دادیم. سلامت باشید. اینجا خانه رقمی یکی خیابانی رودکی 92 بود. هنگام گرفتار شدن شخص با بیماری سیل شوش و هنگامی خارج کردن این گونه بیماران میکابکتریای سیل به اطراف، یعنی برنگ زنده بیماری سیل رو به اطراف، میتوند شخصی سالم رو سرایت کند.
در بین مردم اووزه هست، یعنی که ها بیموری سیل این آلودی است. نه، این مفهوم هم اساس ندارن. بیموری سیل این بیموری آلودی نیست، این بیموری بیموری استیلاتی می باشد که هنگامی چلی گفتیم از شخص بیمور و شخص سالم توسط هوایی می تواند بگذارد. در اون موردی که شخص بیمور گرفتاری سیل شوشی و خورشونده میکوباکتریا سیل شده باشد. شاید پگاه ما داری شما رو کوبیم و شما هم مثل این کس سرکار باشد و در رو برای ما پوشید. اما باوری کامل داریم که شما بر ضد بیماری سیل مبارزه خواهید برد. شاید اینجا کسی استقامت نمی کند. این زمان ما در کوچه لایق شیرعلی قرار داریم. حالا سوال جواب کردنیم با استقامت کنندگان این محله که درباره بیماری سیل چی فکر و اندیشه دارند. شما درباره بیماری سیل یک معلومات دارید؟ البته. با فکر شما بیماری سیل چگونه بیماری است؟ بیماری سیل این بیماری کسل گذرنده نیست. امیدا جان، وقتی که بعضی ها با تمامی بیماری اگر گرفتار شوند، به هر گونه بیماری گرفتار شوند، تیز به دکتر خلقی مراجعه میکنند. فکر اندیشه شما در این باره چگونه است؟ به دکتر خلقی مراجعه کنند، طبیب مراجعه کنند، چی مراجعه کنند؟ نه، دکتر به البته ها متخصص به مراجعه کردن در کار که این البته دارو درمان میکنند. من تصور کنید که یکان دوگانه نزدیک شما که شما هر روز با وای با میخورید به بیماری سیل گرفتار شد، شما چگونه مناسبت میکنید؟ خواهی قطعی نقص که افزادن در کار روز با روز وای دلشه یفتن در کار که خواهی تو زیخ نشو نقص شده میری ولی آیندت هست. بیماری سیل هستن که گرفتاری بیماری سیل شوش هستن، اما خورش کننده میکوباکتریا سیل نیستن. در برابر این یا اینکه بیمارانی که گرفتار سیل دیگر عضو سیستم های غیر نفس کشی هستند که آنها با محیط به اطراف برانگیزنده بیماری رو پهن نمی کنند که این حالت رو با محیط به اطراف با علاقمندان بیمار خطر سرایت شدن رو تهدید نمی کنند در این مورد ها. Никто от этой болезни не застрахован, тем более в наше время. Почему? Потому что у нас какое сейчас положение? Люди идут в больницу, а денег нет у них, а им же надо лечиться. Они так это, у вас туберкулез, вам надо вот туда, а денег нету, и они идут домой и не лечатся, и заражают других людей. Вот у нас недавно, вот давно в союзное время сосед один болел туберкулезом, его изолировали от общества, от соседей, от детей изолировали. К нему вообще никого не подпускали, чтобы он, у него был вид такой туберкулез открытой формы. А эта открытая форма, она заражает воздушно-капельным путем. Поэтому я считаю, что вот сейчас, которые заболели люди, надо их обязательно изолировать, потому что они и в автобусе, и в троллейбусе, а наши дети, внуки ездят в школу, они заражаются, понимаете? Поэтому надо их изолировать, и им помочь как-то надо. Хотя, если у них денег нет, хотя бы где-то что-то надо собрать и их вылечить. А вот сегодня... Они же такие же люди, как и мы. Да. А никто от этого не застрахован в наше время. Спасибо вам. Но сегодня вот сколько больниц бесплатно их лечат, бесплатно им лекарства дают. Ну, дело в том, что они должны вовремя обращаться к доктору. Да. Ну, вы знаете, наверное, это дело то в том, что еще, что вот у нас, например, каждый год диспансеризацию проходили, да, на работе, в школе, рентген. А сейчас никто этого не делает. Вот это наша ошибка. Понимаете? Сабабхой, ки дер бемор ба табиб муроджиат мекунад, ёнки ба табибони шиносои худ, ёнки дар
جایهای زیست، جایی که در شهر نوعهای دیگری که اونها میروان از موینه میگذرن، وقتی که اونها رو میفهمن احتمالی بیماری سیل دارن از موینه طبیب سیل شناس گذرن، در این مورد در بین مردم یعنی استیگمت داغگذاری تعنه شان و شرف بیمار همه اینها را فکر کرده بیمار مراجعه نمیکند با طبیب سیل شناس. اصولهای خائن تست میگن دست با دستگاه خائن تست معاینه میکنن، اینها همه رایگان است و بیماران میتونن طریق رایگان از این تشخیص ها بگذرن. اگر شخصی نزدیکی شما با بیماری سیل گرفتار شود، شما با اونها چگونه مناسبت میکنید؟ یکم اینکه شخصی نزدیکی من اگر با کسلی سیل گرفتار شده باشد، ما هیچ وقت از وای حذر کردنمون لازم نیست، با اونها مهربانانه مناسبت کرده راههای تبابتی امون شخص رو یافتن در کار. شما گفتید که بعضی ها هستند که به طبیب به متخصص نه بلکه به طبیب های خلقی باور میکنند. اندیشه شما در این باره چیه؟ اندیشه من در این باره این است که حتما به نزد دکتر رفتن در کار و فکر میکنم که طبی مهون حاضر همه راه های صحت شوی همه کسل رو میدونند، یافتند و صحت شوند از این کسل. تبوبت بیمار از چی وابسته است؟ شفایابی بیمار از همون لحظه که بیمار هرچی سری وقت با طبیب مراجعه کند. در موردی که طبیب سری وقت تشخیص معین کرد، با تبوبت درست بیمار فرو گرفت، بیمار شفای کامل رو میابد. بیماری سیل ما باید فراموش نکنیم، این بیماری تبوبت شونده است. وقتی که شخص سری وقت مراجعه میکند، تشخیص درست میگذارد و گرفتن تبوبت درست باید پورا شفا میواد، نه با اطرافیان نه با جامعه خطر تهدید نمیکند. این بود برنامه حکمت شفا. برنامه های دیگری تلویزیون جهان‌نما ادامه دارد، با ما باشید.